عبد تو و امثال تو را مقطوع میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما به نام ایران، به نام تمام جاویدنامان راه آزادی میهن، درود به ملت قهرمان ایران. کیوان کوروش آریامر هستم با یکی دیگر از برنامه‌های زاگرس، ویژه برنامه نیروهای نظامی. مهمان شما خواهم بود. امروز جمعه 25 ماه اکتبر 2024 برابر با 4 آبان ماه 2583 هخامنشی. در این بخش از برنامه به موضوعات زیر خواهیم پرداخت. نخست، اهدای جایزه سالانه معمار صلح بنیاد نیکسون به شاهزاده رضا پهلوی گرامی، رهبر انقلاب ملی. دوم، سخنان آقای شهرام سبزواری از پرسنل ارتش، اسبق ارتش، در خصوص یک سری از مسائل داخل کشور. سوم، امنیت در اعتراضات پیش از خروج از منزل. چهارم، چشمانداز نیروهای نظامی پس از سرنگونی رژیم تبهکار تروریستی جمهوری اسلامی. پنجم، تجمع ارتشی ها در اعتراض به کلاهبرداری صورت گرفته در پروژه چیتگر. ششم، اختصاص مبلغ 20 میلیارد دلار بودجه توسط خامنه‌ای جنایتکار عراقی زاده برای بازسازی لبنان از جیب ملت ایران. خب بخش نخست برنامه رو با ویدیویی از سخنان شاهزاده رضا پهلوی گرامی، رهبر انقلاب ملی، آغاز میکنم. جناب شورتی گرامی، لطفاً ویدیوی شماره 1 رو پخش کنید. سپاسگزارم. Today in the streets of Iran, people chant the name of my father. They remember him not simply as a leader of a bygone era, but as a symbol of sovereignty, progress, pride, and service to the nation. Despite the decades that have passed, his memory is alive in the hearts of Iranians. His greatest vindication comes not from the actions of governments, but from the voices of ordinary people who honor his legacy. I spoke of President Nixon standing alone. Often those fighting for Iran's liberation did so alone and against the pressures of the global media and establishment. Even today, those pressures continue. But today things have changed because those ordinary people who honor my father's name to do so, not just out of nostalgia, those ordinary people, millions of them across my country, are extraordinarily brave. Because they are not just hoping for the better future my father believed they deserved. They are fighting for it. I was often told that I would not get far in my campaign for my country because I did not have the apparatus of state, certainly not the proper funding, and no army. But now, I have such an army, my extraordinary brave compatriots. Having once worn my nation's uniform, there's no one I stand more proudly side by side with than the people of Iran today. And I will stand with them until victory. خب با عرض شادباش به شهریار ایران برای دریافت این جایزه. هم میهنان گرامی، بخشی از سخنان شاهزاده رضا پهلوی گرامی به زبان انگلیسی رو شنیدید.
متن فارسیشو من خدمتون البته زیرنویس شده بود، من دوباره خدمتون میخونم. امروز در خیابانهای ایران مردم نام پدرم را فریاد میزنند. آنها او را نه تنها به عنوان یک رهبر دوران گذشته، بلکه به عنوان نمادی از استقلال، پیشرفت، افتخار و خدمت به ملت بیاد می آورند. با وجود دهه‌هایی که گذشته، خاطره او در دلهای ایرانیان زنده است. بزرگترین پیروزی او نه از اقدامات دولت‌ها، بلکه از صدای مردم عادی است که میراث او را گرامی می‌دارند. گفتم که رئیس جمهور نیکسون اغلب به تنهایی ایستاده بود. بسیاری از کسانی که برای آزادی ایران می‌جنگیدند نیز به تنهایی و در برابر فشارهای رسانه‌ها و مؤسسات جهانی این کار را انجام دادند. حتی امروز هم آن فشارها ادامه دارد. اما امروز شرایط تغییر کرده است. زیرا آن مردمان عادی که نام پدرم را گرامی می‌دارند، نه به خاطر نوستالژی. میلیون ها نفر از این مردم عادی با شجاعت فوق‌العاده این کار را می‌کنند، زیرا آنها تنها به آینده‌ای بهتر که پدرم معتقد بود شایسته آن هستند امید ندارند. آنها برای آن مبارزه می‌کنند. اغلب به من گفته میشد که در مبارزم برای کشورم پیشرفت نخواهم کرد، زیرا نه دستگاه دولتی داشتم، نه بودجه کافی و نه ارتش. اما اکنون من چنین ارتشی دارم، هم میهنان شجاع فوق‌العاده‌ای که همراه هم هستند. و با وجود این که زمانی لباس نظامی کشورم را بر تن داشتم، اکنون هیچ کس نیست که بیش از مردم ایران با افتخار کنار او بیستم و تا پیروزی در کنارشان خواهم ایستاد. با سپاس از شهریار ایران به خاطر سالها مبارزه بر علیه رژیم تبهکار تروریستی جمهوری اسلامی. و خواستم خدمتتون عرض کنم همیهنان گرامی که امروز زادروز یک بزرگ مرد هست، یک بزرگ مردی که ایران ما رو ساخت، و عرض شاد باش دارم به مناسبت 4 آبان ماه خجسته زادروز شاهنشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی. و مطمئن هستم که ایران به زودی آزاد خواهد شد و پیکر این بزرگ مرد رو ما به زودی به ایران باز خواهیم گردان. بخش دوم برنامه مربوط به سخنان آقای شهرام سبزواره گرامی از پرسنل اسبق ارتش در خصوص یک سری از مسائل داخل کشور هست. جناب شهرام گرامی، ویدیو شماره 2 لطفاً، سپاسگزارم. درود به شما همیهنان گرامی. شهرام سبزواری هستم، باز دوباره مهمان خانه های شما و نگاه های زیبات. روز آدینتون به خیر، حالا هر جایی هستید، روز، شب، عصر، هر جای این جهان هستی که میبینید تصویر بنده رو و این ویدیو رو، بهتون روز به خیر میگم و امیدوارم که وقت به خیر میگم و امیدوارم که دغدغه هاتون برای ثانیه‌ای فراموشتون بشه. هرچند مجبوریم راجع به یه سری مسائل کشور صحبت کنیم و امیدوارم اضافه نشه، فقط بحث روشنگریه، به دغدغه هاتون اضافه نکنیم. امروز صبح که بیدار شدم، طبق معمول عرض کردم من خبرها رو مرور میکنم ببینم چه خبره، چه میگذره و چه اتفاقاتی میفته. ولای فارسی که داشتم رد میشدم، دیدم یه بیانیه از سازمان هواپیمایی کشور صادر کردن و زدن به این مضمون. ببخشید. پرواز پهباد و ریز پرنده ها در سراسر ایران ممنوع اعلام شد. خب
این یعنی این که هر کسی کار تبلیغاتی میکرده دیگه نمیتونه بکنه، پروژه های فیلم برداری سینمایی اینا همه تعطیل میشه و حتی بخشی از این بیانیه که از قول سازمان هواپیمایی کشوریه صحبت میکنه راجع به این که، یعنی نوشته راجع به این که هواپیمای شخصی، هواپیمای فوق سبک آموزشی یا تفریحی که پرواز میکنن اگر ترانسپورتر داشته باشن توی ساعت مشخصی باید پرواز کنن، اگر ندارن یا محدوده مشخصی باید پرواز کنن، ندارن هم باید ترانسپورتر نداشته باشن، باید بیان چی کار کنن؟ با هماهنگی پدافند هوایی کشور پرواز کنن. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که سیستم پدافند کشور قابلیت تشخیص خودی را از ناخودی نداره. اینقدر ترسیدین؟ یعنی حتی میترسین قدرت تشخیص هواپیمای فوق سبک آموزشی رو نداشته باشید؟ یا حتی میترسید هواپیمای فوق سبک آموزشی خود انتحاری باشه؟ نمیدونم چی فکر میکنید واقعا. اللرم بلرمتون و داد و بیدادتون پشت تریبونا اینو نشون نمیده. جعفری که اومده بود میگفتش که نمیدونم ما دکمه میزنیم اسرائیل رو نابود میکنیم، مزخرفات چیه؟ عصر حجر مگه؟ خب یه سرچ ساده میزنن تمام اطلاعاتی که دادی غلطه آقای جعفری. اسرائیل هم موشک دور بود داره، اسرائیل هم میتونه همه جای ایران رو بزنه، قطعا میتونه بزنه. یک دو موشکش حدود 4800 کیلومتر بردشه، 4800 1200 کیلومتر فاصله است. مختص به این نیست که حتما بیاد از نیرو هواییش استفاده کنه، نمیدونم از سوخگیری هوایی داشت، میتونه موشک بزنه. چرا نمیزنه؟ اون دیگه به خودش مربوطه. اتفاقا توی رنج دقتی هم یکی از با دقت ترین موشک ها رو داره. چه سودایی تو سر شماست آقای سوایی؟ اگه شما نمیگفتیم ما پشه پر بزنیم رصدش میکنیم، میدونیم از کجا میاد، میدونیم به کجا میره، چی شد سیستم پدافندی کشور اینقدر ضعیفه؟ اینقدر ترسیدید؟ حتما یه کلیپی رو دیدین، یه بازنشست عزیزی میاد میذاره تو سر خودش، میگه من با مدرک فوق لیسانس بهم گفته قصابی بیا برو نامه بگیر بیا گوشت قسطی بخر، باید بمیرم. بله شما باید بمیری. چرا باید بمیری؟ به خاطر اینکه 401 این همه ما فریاد زدیم، 401 402 حمایت کنین از این جوانایی که کف خیابونن. اگر حمایت کرده بودید قطعا امروز اینجوری زجه نمیزدی برای یک کیلو گوشت، نمیگفتی باید میمردم و این حرف رو نمیشنیدم. فکر کنم بازنشسته فرهنگی هم بود، همین فرهنگیانی که اون موقع ما داد میزدیم اعتصاب کنید، حداقل زمانی که دختران رو داشتن، مدرسه دختران رو داشتن با گاز ریه بچه ها رو میسوزوندن، مگه به شما نگفتیم اعتصاب کنید؟ نکردید. حالا میان فریاد میزنید گوشت فلانه. خب میدونستیم همه اون این اتفاق داره میفته. تا کی میخواییم تو این خواب خرگوشی بمونیم که کی؟ شاید مثلا نوبت ما نباشه، شاید اوضاع درست بشه. با این رژیم، با این مدیرانی که اگه کویر رو بهشون بدی، کویر لوت رو بهشون بدی، کمبود شن درش احساس میشه، قطعا ایران ما از این ویرانتر میشه. الان اماراتی که جزء ایران بوده اصلا وجود خارجی نداشته، کشوری به این نام نبوده، میخواد به جزایر ما دست درازی کنه. به خاطر چی؟ به خاطر بی‌لیاقتی مسئولین جمهوری اسلامی، چرت و پرت گفتن مسئولین جمهوری اسلامی، سرکوب وحشیانه ای که کردن، جنایاتی که دارن هر روز و هر روز هم میکنن. نگاه نکنید الان توی خیابونا نیست. باید تکلیف اینا کنده شه، برن
پی کارشون، عمرشون به سر اومده، کی میخواین ملت به خودتون بیاد؟ امروز اینجوری زجه میزنید، امروز خونه های اجارهی مشترک دارید میگیرید، قطعا فردا بدتر از اینید، شبه 10 برابر بدتر میشه اوضاع. اون بچه های نظامی که نشستین شب تا صبح گریه کردید برای اینکه نمیتونستید لوازم تحریر بچه هاتون رو تامین کنید، وضعتون بدتر از این میشه. به خودتون بیاین، واقعا به خودتون بیاین. الان زمان اینه که یه حرکتی بزنید، یه گشایشی انجام بدید. اینجوری نمیشه. دلار امروز رو هولوش 69,000 تومان، 68,000 خورده ای بود. یورو 70 خورده، 74,500 تومان. واقعا چه خبره؟ با حقوق 10 میلیون، 12 میلیون، نمیدونم 13 میلیون مگه میشه زندگی کرد؟ حالا کارانه هم بیاد روش، کوفتم بیاد روش، زهرمار هم بیاد روش، 15 میلیون تومان. اینو میخوای تو سر خودت بزنی، اجاره بدی یا تامین کنی زن و بچه تو یا خودتو؟ یه فرد مجرد الان با 10-15 میلیون میتونه زندگی کنه واقعا تو اون وضعیت؟ بازنشسته ها مگه چقدر حقوق میگیرن؟ مگه چقدر درآمد خالص داره؟ من نمیدونم. چیزی که فقط میدونم اینه که امروز 4 آبان، تولد شاهنشاه آریامهره. وقتی که میشستیم پای حرفای پدر، پدر بزرگ و حتی اطرافیان تعریف میکردن چه گذشته و چه اوضاع و احوالی داشتن و الان مقایسه میکنیم، اصلا قابل مقایسه نیست. کشور اونو که رو به ترقی بود دادیم در ترمزش، کشیدیم گذاشتیم دنده عقب، برگردیم به حدوداً 100 سال پیش، یعنی اواخر دوران قاجار همین اوضاع احوال بود. مملکت صاحب نداشت، راهزن بود، الان میبینیم راهزن هست. عوامل دولت میان مبالغه‌آپی میکنن برای اینکه حواسا رو پرت بکنن. اتفاقاتی که داره میفته واقعا، راستی اینم یادم رفت بگم، مگه نمیگفتین اجدای چینی؟ من یه ویدیو درست کردم، لینکشو حالا میذارم حتما اونو ببینید، راجع به این اجدای چینی، نمیدونم سایلنت فلان که اوورده بودن داخل کشور، پدافند لیزری و اینا. مگه نمیگفتید این اووردید؟ $2,000 از سایت علی بابا خریده بودید. خب وقتی اون هست دیگه چه کاریه؟ بیاین ممنوع کنید. خب هر ریس پرنده ای اومد با اون بزنید بهتر کنیدش دیگه. مگه پوز نمیدادید با اون؟ اینجا معلوم میشه چقدر تو خالی هستید. من داشتم راجع به نیرو هوایی شاهنشاهی مطالعه میکردم. خب بابت کار گذشتم و الانم تحقیقاتی که میکنم، کل امنیت دریای سرخ با ایران بود، خلیج فارس اینا پیشکشتون، مرز مصر با ایران بود، کنترل این قسمت کلن با ایران، با نیرو هوایی نیرو دریایی ایران بود. زمینیش هم که نیاز شد رفت تو عمان، عمان رو نجات داد. هنوز هم عمانی ها قدردانن، انقدر قدرت داشت ایران اون زمان. از کشورهای همسایه خودش کلن جلوتر بود، یه چیزی حدود 10 سال جلوتر بود، 15 سال جلوتر بود. حالا نمیدونم، امروز رو باید تبریک گفت زاد روزو یا باید نشست گریست به خاطر بلایی که امروز سر کشور اون آوردیم. آوردن ما که نه، اون نسل به اصطلاح روشن فکر ما که هنوزم دستوردار نیستن، هنوزم اجازه نمیدن کشور آزاد بشه.
متاسفم واقعا. امیدوارم این ویدیو بد نباشه، کمی تلخ بود ولی بد نباشه، و امیدوارم از شر آفتی به نام جمهوری اسلامی خلاص بشیم، زالوی به نام جمهوری اسلامی خلاص بشیم. من نه در مقامی هستم که بگم جنگ بشه، یا مقامی هستم که بگم جنگ نشه، یا اینکه مثلا بتونم مشاوره بدم که کاری بکنم، ولی امیدوارم اگر اقدامی هم صورت میگیره سران نظامو نشونه بگیرن و ملت کمک بشه برای اینکه بتونن یه قیام تمام و کمال داشته باشن، خودشونو از شر این زالویی به اسم جمهوری اسلامی خلاص کن. تا ویدیوی دیگه، بدرود. با درود دوباره خدمت شما بینندگان محترم برنامه زاگرس، ویژه برنامه نیروهای نظامی، سخنان جناب شهرام سبزواری گرامی رو شنیدید. بخش سوم برنامه مربوط به سخنان جناب سروان فریبرز کرمی زند از کادر پیشین پلیس در خصوص امنیت در اعتراضات پیش از خروج از منزل. جناب شهرتی گرامی، ویدیو شماره 3 رو لطفاً پخش کنید. سپاسگزارم. درود بر هموطنان عزیز، فریبرز کرمی زند هستم. در برنامه قبلی در خصوص امنیت صحبت کردیم، تقسیم شد به اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری، یعنی امنیت در اعتراضات و امنیت در اعتصابات. در خود بخش اعتراضات تقسیم شد به 3 فصل کلی. امروز هم می‌خوایم اولین فصلش رو باز هم به صورت کلیات با هم دیگه بررسی کنیم. جزئیاتش میمونه برای برنامه‌های بعدی، چون یک مبحث بزرگیه. فعلا در حد آشنایی باشه، البته همین در حد آشنایی هم خیلی کمک می‌کنه. و وقتی این ویدیوها بارگذاری شد در شبکه‌های اجتماعی، عزیزانی که آگاهی دارن، اطلاعات کافی دارن، اطلاعات بیشتری دارن، میتونن به ما کمک کنن با کامنت گذاری، تا این اطلاعات و آگاهی که اونها دارند به سایر هموطنان هم منتقل بشه. ما هرچه بیشتر بدونیم کمتر هزینه میدیم و سریعتر هم از جمهوری اسلامی گذر خواهیم کرد. پیش از خروج از منزل خودش تقسیم میشه به 2 قسمت میدانی و قسمت لوجستیک. قسمت میدانی اولیش میشه تشکیل گروه. ما بایستی یک گروه حتما تشکیل بدیم، این رو ازش نبایستی غافل شد. در خصوص مباحث گروه هم زیاد با هم صحبت کردیم که باید چند نفر باشن، از یک مقداری بیشتر نباشه، مثلا گروه بیشتر از 6 نفره دردسر میشه، کمتر از 4 نفر هم زیاد ایمن نیست، ولی خب حداقل دیگه باید یه گروه 3 نفره باشه. این گروه خیلی میتونه به ما کمک کنه در بحث میدان، در قسمت امنیت، در قسمت قدرت داشتن و قدرت بخشیدن به جمعیت. تعیین وظیفه در گروه، این هم خیلی مهمه. یعنی وقتی یک گروه تشکیل شد، ما باید بدونیم که وظیفه ما در اون گروه چیه، چه وظیفه‌ای رو قرار ما به عهده بگیریم. چرا؟ چون در موقع تجمع دچار سردرگمی نمیشیم. کسی اگر وظیفه خودش رو بدونه دیگه دچار سردرگمی نمیشه و کمک میکنه به پیشبرد اهداف اون جمعیت. حفاظت از گروه، این هم بسیار مهمه. اصل حفاظت از گروه رو نبایستی دست کم گرفت. از حفاظت گفتار شروع میشه تا حفاظت در ارتباطات. از تلفن معمولی، از همون شبکه‌های ایرانسل و همراه اول با همدیگه ارتباط نگیرید. SMS ندید به همدیگه. حتما بر پایه شبکه‌های اجتماعی ایمن و مطمئن باشه، شبکه‌های شناخته شده در دنیا. رمز 2 مرحله‌ای رو باید فعال کنید. اینها را باز به صورت جزئیات خواهیم گفت، ولی حتما این مورد رو رعایت کنید که پشت تلفن با هم دیگه صحبت نکنید. مثلا بدانی میای بریم تجمع، یا SMS ندید به هم دیگه که من ساعت 8 آمادم، ساعت 5 آمادم، میخوایم بریم فلان منطقه، شما هم بیا. اگر هم یک زمانی نیاز بود، فقط برای یک بار. ببینید بالاخره بایستی یک سری مسائل در نظر گرفت. گاهی ممکنه شرایط به سمتی بره ما نیاز داشته باشیم با هم دیگه از این طریق ارتباط بگیریم. یک کدگذاری رو بین همدیگه، یعنی کدگذاریه که دو طرف فقط ازش اطلاع داشته باشید، اونم برای یک بار استفاده میتونید ازش استفاده کنید. مثلا میخوام برم سینما، دارم مثال عرض میکنم خدمتون، میخوام برم فوتبال، میای؟ اینم فقط یک بار. وقتی که از این رمزم استفاده کردید،
باید یک رمز جدید و توافقی فقط اعضای گروه از اون مطلع باشن دوباره شکل بگیره. حالا اگر بخوایم یک مقداری مراحل پیچیده ترش کنیم، میشه گفت که اون سر گروه برای هر یک از اعضای گروه یک رمز جداگانه میتونه در نظر بگیره. بررسی و آشنایی نسبت به منطقه یا محله مورد نظر، این مخصوصا در شهرهای بزرگ خیلی به کار میاد. قراره برید در یک جای تجمع کنید، اما نسبت به اون منطقه، نسبت به اون محله آشنایی کامل ندارید. کوچه و پس کوچه هاشو نمیشناسید، خیابون های فرعیش رو نمیشناسید، ممکنه دچار مشکل بشید. پس بهتره اگر یک منطقه رو مد نظرتون هست که برای تجمع در اونجا حضور پیدا کنید، قبل از اون در این روزها مخصوصا اون محله رو بررسی کنید، کوچه پس کوچه هاش رو شناسایی کنید، خیابون های فرعیش رو ببینید چطوریه. در نظر گرفتن مسیرهای متعدد برای تردد، یعنی مسیری که باهاش به اون محل تجمع میرید دوباره همون مسیر برگشت شما نباشه. این رو هم فراموش نکنید که همیشه بهترین مسیر کوتاه‌ترین یا مستقیم نیست. مسیر هرچه پیش در پیش باشه، زیگزاگی باشه، به امنیت خودتون کمک میکنید. ولی فراموش نکنید به خصوص در هنگام حالا برگشت برای کارهایی که دارید، از کوچه پس کوچه های خیلی خلوت تردد نکنید. این رو هم مد نظر قرار بدید. حالا در همین خصوص بررسی و آشنایی نسبت به منطقه شامل همین موضوع بعدی هم میشه و مطمئنم خودتون بهترین مسیر رو پیدا میکنید. در قسمت لوجستیک، اولیش تهیه وسایل ایمنیه. ما مثال هنگ کنگ رو زدیم، مثال شیلی رو زدیم یا برخی از کشورهای دیگه. درسته ما از لحاظ مالی شاید تمکنی رو نداشته باشیم که بخوایم یک سری از تجهیزات رو تهیه کنیم برای حفاظت از خودمون، ولی با کمترین هزینه هم میشه از خودمون دفاع کنیم، مخصوصا از چشمامون، از اندامهای حیاتی بدن. پیش از اینم راه حل‌ها و راهکارها هم از سوی ما ارائه شده، هم از سوی عزیزانی که در این زمینه فعالیت میکنن. این رو بایستی مد نظر قرار داد. وقتی گروه هم تشکیل بدیم میشه هزینه‌ها رو تقسیم کرد. حالا من دیدم میپرسن که میگن خب اگه ما هر کدوم تجهیزات همراه داشته باشیم، خب قبل از اینکه به اون منطقه برسیم ممکنه ما رو شناسایی کنن. چرا میگیم گروه بایستی تشکیل بشه؟ وقتی گروه تشکیل شد، یک نفر میشه مسئول حمل این تجهیزات، باقی اعضای گروه اون رو پوشش میدن. اصطلاحا بهش میگن راه باز کن، اسکورت، حالا هر اسمی میشه روش گذاشت. این رو هم ما بهش میپردازیم، ولی اون گروه خیلی واجبه. برخی از تجهیزات ایمنی هم هستن که حمل اونها اصلا مشکلی نداره و به راحتی میشه همراه داشت. همراه داشتن مواد خوراکی مثل شکلات یا مواد قندی، این خیلی مهمه. یک دونه شکلات تلخ یا هر نوع شکلاتی شیرینی بتونه قند بدن شما رو تامین کنه، باعث میشه که شما برای مدت زمان بیشتری در اون تجمع بتونید حضور پیدا کنید. همراه داشتن آب معدنی، اگر بشه داخل اون آب معدنی هم مقداری آب لیمو با قند ریخ که بشه املاح بدن رو هم تأمین کنه، بسیار عالی میشه. ولی عزیزانی که بیماری دیابت دارن بایستی دقت کنن و مواردی رو که خودشون میدونن حتما مد نظر قرار بدن. همراه داشتن وسایل کمک کننده، این وسایل کمک کننده چی میتونه باشه؟ ببینید، ممکنه که حالا به هر دلیلی شما دستگیر بشید. خب با دستبندهای زیپی که به شما میزنن، به راحتی اگر یک وسیله‌ای داشته باشید میتونید دستبند زیپی رو باز کنید. برای مثال فندک، کسی نمیتونه بگه چرا فندک همراه شماست. یک سری ابزار دیگه هم بود که ما در گذشته گفتیم و مانع انتقال خودتون به مقرهای اونا بشید، این حق شماست. دو مورد رو فقط بایستی رعایت کرد، حالا اینو در برنامه‌های بعدی به صورت دقیق خواهیم گفت. یکی موبایل، یکی اون چشمای شیطان. مهمترینش هم همون موبایل جیبه با پوشش ظاهری. به این هم خواهیم پرداخت. سپاسگزاریم که با ما بودید. اینا به صورت کلی گفته شد، هر کدومشون جزئیاتی داره که قطعاً تعدادی از عزیزان میدونند، اما شاید یک تعداد دیگه ندونند و ما وظیفه خودمون میدونیم که در این خصوص صحبت کنیم. و شک نکنید که پیروزیم و جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط و ما هم در مسیر پیروزی. فقط از خودتون مراقبت کنید. پیروز باشید. خب با درود دوباره بینندگان محترم برنامه زاگرس، زمان آگهی ها فرا رسیده و بریم و بعد از آگهی ها در خدمت شما خواهم بود.
سپاسگزارم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. هفته نامه فردوسی امروز، نشریه‌ای برای همه. برای اشتراک این هفته نامه وزین با تلفن 818-584-4767 تماس بگیرید. هفته نامه فردوسی امروز، مروری به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. با اشتراک خود با ما در این راه همراه شوید. هفته نامه فردوسی امروز. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تی وی خود می توانید به تمامی سرویس های ریل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های ریل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون ریل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیلویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان جیلویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جیلویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه ی فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، این تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما.
اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 2 دسامبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. درود دوباره به شما بینندگان محترم برنامه زاگرس، ویژه برنامه نیروهای نظامی. بخش چهارم برنامه مربوط به چشمانداز نیروهای نظامی پس از سرنگونی رژیم تبهکار تروریستی جمهوری اسلامی. در همین راستا یه ویدئویی تهیه شده از سخنان جناب شهرام سبزواری گرامی از ارتشی های با غیرت که سال گذشته سخنان رو مطرح کردن. جناب شهرتی گرامی، ویدئوی شماره 4 لطفاً. سپاسگزارم. درود به شما. من شهرام سبزواری هستم، خدمتتون رسیدم با یک موضوع تقریبا میشه گفت خیلی مهم، اونم نیروهای مسلح پس از انقلاب مردم، پس از جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته و چه برنامه‌ای برای نیروهای مسلح میبایستی داشته باشیم و چه چشم اندازی هست. با هم باید صحبت کنیم ببینیم نیروهای مسلح ارتش، نیروی انتظامی، شبه نظامیان تروریستی، سپاه پاسداران، بسیج و شاخه‌های برون مرزی و درون مرزیش، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی چه تکلیفی باید داشته باشه. یه نکته، یه فیلمی هست از شهید طلایی، روز کمیسیون تشکیل سپاه پاسداران، اونو با هم ببینیم، برمیگردیم دوباره صحبت میکنیم. معتقد است که در داخل یک ملت فقط یک ارتش، یک نیروی مسلح وجود داره. هر نیروی مسلح غیرقانونی دیگری غیر از ارتش در قالب ملت ظهور کند و امنیت ملی را به مخاطره بیاندازد، ارتش اقدام به دور کردن این خطر، خونسا کردن این خطر و اینجا شهید طلایی میگه که هر نیروی مسلح غیر از ارتش در داخل یک ملت ظهور کنه غیرقانونیه و ارتش نسبت به معدوم کردن و کور کردن و نابود کردن اون نیرو اقدام. این روزی بوده که کمیسیون تشکیل نیروی سپاه پاسداران یا هم نیروی تروریستی سپاه پاسداران بوده، یا سپاه پاسداران تروریستی بوده. خب ارتشی ها معتقد هستن همین صحبت های شهید طلایی باعث کشته شدن شد توسط حکومتی ها، باعث عناصر جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن شهید طلایی رو بکشن به خاطر مخالفتش با تشکیل سپاه پاسداران، سپاه تروریستی پاسداران. یعنی چی؟ ترورای اولشون شروع شد به خاطر این طرز تفکر، به خاطر اینکه می ترسیدن از ارتشی. حالا باید چه کنم؟ اول اینکه من خدمت ارتشی ها عرض کنم، همکارای سابقم، اگر جمهوری اسلامی بره که میره و باید بره دیگه، مردم همت میکنن دست به دست هم و پشتیبانی شما باعث میشه که جمهوری اسلامی بره، ارتش برمیگرده به ساختار قبل از شورش 57. یعنی چی؟ یعنی الان نیروهای چهارگانه هست، تیپای مستقل تشکیل شده، یعنی دیگه لشکری ارتش نداره به اون معنای سابق، لشکر کلاسیک و لشکر زرهی و اینا وجود نداره، همش تبدیل شده به تیپ به خاطر اینکه میخواستن ارتش رو تضعیف کنن، برمیگرده به جایگاه قبلی خودش. این یعنی چی؟ یعنی شغل داشتن درجات مختلف در جاهایی که خودشون میخواد. اینو اول در نظر بگیریم. به انضمام این که سپاه کلن منحل میشه، تجهیزاتش در ارتش ادغام میشه. یعنی چی؟ یعنی کل تجهیزاتی که به روز هست و قابل استفاده است در ارتش وارد میشه و اینجوری میشه گفت یه نوگرایی در ارتش اتفاق میفته. به انضمام این که برخی از بدنه سپاه که ریزشی هستن و دستشون به خون کسی آلوده نیست
کارنامه‌شو مشخصه، سوابقشو مشخصه، با بررسی های میدانی که میشه، با بررسی های اطلاعاتی که میشه، گذشته نفر و اتفاقاتی که در این 40 و چند سال در ایران افتاده، در این خیزش ها افتاده، جذب ارتش میشه. خب اینجا چی میشه؟ کل اون بودجه سپاه دوباره برمیگرده تو ارتش، یعنی تقریبا میشه با ارتش برمیگرده به اقتدارش در زمان خاندان پهلوی. بودجه خوب، حقوق خوب، مزایای خوب، امکانات خوب و زندگی بهتر برای ارتشیان به اضافه خونه های سازمانی و و و و همه امکاناتی که برای نیروهای مثلث و امروز در انحصار سپاهی هاست به واسطه بودن سپاه. ستاد کل حذف میشه، ما ستاد مشترک نیروهای مسلح رو داریم که و یک ستاد مشترک ارتش هست. نیروی انتظامی یا به این شکل یا به شکل سابقش برمیگرده، تبدیل میشه از شهربانی و نیروهای ژاندارمری، به خاطر اینکه ارتشیان آموزش دیدن مرزها، به مرزها رسیدگی کنن، امنیت مرزها رو داشته باشن و آموزششون جنگ با دشمنه. ولی نیروی انتظامی یا همون شهربانی سابق و ژاندارمری که کنترل پاسگاه‌های مرزی رو داشت، مبارزه با قاچاق مواد و کلن مبارزه با قاچاق رو دست ژاندارمری بود و شهربانی امنیت و حفاظت داخل شهری رو برقرار میکرد. در گذشته این نه چندان دور، شاید خیلی از این جوان ها ندونن اصلا شهربانی یعنی چی. شهربان اسمش روشه، پاسبان شهر بودن. این اسمایی که قدیم در گذشته بود خیلی با مسما بود، شهربانی یعنی کسانی که از شهر محافظت میکردن. خب این ساختار برمیگرده. قطعا بودجه که الان در اختیار نیروهای شبه نظامی تروریستی بسیج هست صرف شهربانی میشه به اضافه بودجه که خودش داره. این باز یعنی چی؟ یعنی ترقی سطح زندگی برای نظامیان کشور. یعنی اگه امروز شما لولتون خیلی پایین قرار گرفته، مجبور هستید به خیلی کارهایی که دلتون نمیخواد بکنید به خاطر یه لقمه نون و زن و بچهتون، چون شرمنده زن و بچه هستین، شرمنده خانواده های خودتون هستین، فردای آزادی ایران دیگه این شرمندگی برای شما وجود نخواهد داشت. قطعا به جایگاه بهتری میرید و قطعا سطح زندگی شما به مراتب بهتر از امروزی که توش هستیم. به اضافه این که تمام هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه برای پیشبرد اهداف کثیف خودش و هزینه‌هایی که میکنه برای نیروهای نیابتی، اینها همه حل میشه در نیروهای مسلح. یعنی اگه الان کمترین نفر در حشد و شعبی یا کمترین نفر در حزب الله، در نیروهایی که در سوریه هستن، نه ایرانی ها عرض نمی کنم، نیروهای نیابتی ایرانی که حالا تیپ فاطمی و اینا، اگه $1000 حقوق میگیرن، شما ببینید یک ارتشی یا یک افسر شهربانی یا یک درجه‌دار شهربانی، درجه‌دار ارتش $1000 حقوق بگیره، سطح زندگیش امروز کجاست؟ چه توان خریدی داره و چگونه میتونه خانوادهشو هندل کنه و دیگه شرمنده زن و بچهش نمیشه؟ اگر امروز شما به خاطر 5 تومن، 5 میلیون تومن، 2 میلیون تومن، 500 تومن کارت هدیه مجبور هستی در خیابون بیستی، مطمئنن فردای آزادی ایران شما اصلا به این پولا احتیاج نداری، واقعا احتیاج نداری. 5 میلیون، 10 میلیون برات پولی نیست. ضمن اینکه اصلا روند اقتصادی ایران متفاوت خواهد بود. وقتی شما $1000 حقوق بگیری، حقوق پایت باشه، شما حساب کنید هر دلار امروز چقدر، 49 تومن، 48 تومن،
یعنی یک درجه دار ساده، یک استوار، یک گروبان که مخصوصا رسته اداری باشه، کمترین حقوق نظامی است میگیره به فرض امروز 6 میلیون تومن، فردا میگیره 48 میلیون تومن، 50 میلیون تومن. حالا بستگی داره ارزش پول ایران در اون زمان به کجا رسیده باشه، تناسب و ارز میکنه. فکر کنید 6 میلیون کجا، 48 میلیون تومن کجا، 50 میلیون تومن کجا؟ فقط این حقوقتونه. حالا کارانه دارید، اضافه کار دارید، فروشگاه اتکا دوباره برمیگرده تو قلب نیروهای مسلح، مثل سابق، مثل زمان قبل از شورش 57 خدمات میده بهتون. خود پدر من اون موقع نظامی بوده دیگه، تعریف میکرد، میگفتش که وانت وانت اون اجناسی که فروشگاه اتکا بهشون میداده میبردن منزل بدون اینکه یک ریال پرداخت کنه، کپون از دفترچه میکرد. امروز چی؟ آیا امروز همچین جایگاه شما تو فروشگاه اتکا دارید؟ نه. از اون در که وارد میشید به عنوان یک نظامی، به عنوان یک ارتشی، به چه چشمی به شما نگاه میکنه؟ افتخارشون اینه که بهتون دارن برنج و روغن و گوشت و قسطی میدن، تازه اونم اگه بتونید بخرید، اونم اگه حکمت، به قول اسمش هم گذاشتن گدایی، حکمت. اگه بتونید حکمت کارتتون شارژ داشته باشه یا نداشته باشه، توان اینی که برید خرید کنید برای زن و بچه‌تون داشته باشید یا نداشته باشید، خوب فکر کنید فردای آزادی ایران چی در انتظار ماست، امروز چی در انتظار ما، تا کی این چرخه میشه. امروز وقت فصل اجاره است، چند درصدتون گرفتارید؟ اگه بیشتر از 5%، 10%، 15% در نیروهای مسلح غیر از سپاه، در ارتش رو عرض میکنم، در ارتش نیرو انتظامی رو من زیاد اطلاعی ندارم، ولی ارتش اگه بیشتر از 15% خانه دارید، خونه که چه عرض کنم، خونه های سازمانی، حتی اگه بیشتر از 15% پرسنل خونه های سازمانی و خونه شخصی داره، کمتر به مراتب کمتر از این درصد هست که بیشتر نیست. بالاخره شما هم لیاقت زندگی بهتر رو دارید، بالاخره شما هم لیاقت اینو دارید که بتونید دست زن و بچه‌تون رو بگیرید، یک سفر بی دغدغه برید، یا یک رستورانی که دلتون میخواد برید بشینید در یک محیط آرام، به پاس خدماتی که به امنیت کشور میدید، در یک رستورانی که باب شخصیت، باب اون خدمات و ارزش گذاشتن به شماست، با همسر و فرزندانتون بشینید شامی، نهاری میل بکن. یه فکر، کمی فکر. به خودتون بیان، به خودتون و خانوادتون و امنیت کشور و مرزهای کشور فکر کن. ما قسم خورده بودیم به مردممون کمک کنیم، آیا در مقابل این قسممون سربلندیم؟ ما قسم خوردیم از تمامیت ارضی کشور محافظت کنیم، با توجه به دریای خزر یا همون کاسپیان، آیا امروز این قسممون رو بهش عمل کردیم؟ اگه فردا جزیره ها رو به چین و روسیه و اینا تحویل دادن، یا زمین های کشاورزی رو دادن به چینی ها برای کشاورزی، به روس ها، به چینی ها برای کشاورزی، تکلیف ما چیه؟ امروز دشمن تو خونه ماست، آن سوی مرزها دنبال دشمن نگردید، دشمن همین حاکمیتی است که اشغال کرده مملکت رو، برای بچه یمنی، برای کودک لبنانی، برای کودک سومالیایی گریه میکنه، ولی برای بچه ایرانی که تو سد زباله خلق شده یا توی کناره شهرها در کبرها زندگی میکنه اصلا اونا رو نمیبینه. تازه ثروت ملی که حق اون بچه هم هست،
از گلوشون در میاره میفرسته به لبنان و سوریه. خودتون بهتر از من میدید. تا کلیپ دیگه بدرود. ویژه برنامه نیروهای نظامی صحبت‌های جناب شهرام سبزواری گرامی رو شنیدید و امیدوارم پرسنل آگاه نیروهای نظامی بیشتر در مورد این سخنان فکر بکنن. بخش پنجم برنامه مربوط به تجمع ارتشی ها در اعتراض به کلاهبرداری صورت گرفته در پروژه چیتگر هست. جناب صورتی گرامی ویدیو شماره 5 لطفا. یه توضیح بده مالباختگان پنجه تیر مالباختگان چیتگر مالباختگان دوله ارمان بود دورمون آپارتمان بدن آرچ بدن پول برمون رو گرفتن تمامندمون کردن بدبختمون کردن پنجه فروردین بگو تاریخ بگو تاریخ بگو تاریخ بگو امروز هم 25 فروردین 403 بله، این کلاهبرداری که خامنه ای در واقع انجام داد در ارتش. بخش ششم برنامه مربوط به اختصاص 20 میلیارد دلار بودجه توسط خامنه جنایتکار عراقی زاده جاسوس روسیه برای بازسازی لبنان از جیب ملت ایران. جناب شورتی گرامی بی دعای شماره 6 و 7 رو لطفا پخش کنید. سپاسگزارم. کمتر از دو هفته 73 روستا رو فقط مشکل برقشون حل کردیم براشون جاده زدیم، کارهای تصادی زیربانشون انجام دادیم، برقشون رو حل کردیم، خسارت ناشی از جنگشون رو دوودی رفتیم جلو. پای افتتاح 45 مدرسه بازسازی شده طرف جمهوری اسلامی، یعنی به فاصله 45 روز در زاویه جنوب، مجموعا 2280 پروژه رو جمهوری اسلامی داشته که شامل 141 مرکز آموزشی، 73 مرکز عبادی، 19 مرکز درمانی، 20 نزدیک 20 پل اصلی، 189 پل فرعی، 4 پل عابر پیاده، 110 مشروع برق، 494 مشروع بلدیات، 26 راه اصلی، 833 راه فرعی و 42 پروژه تجمیلی. اینا مجموع مشاریعتی ایران بودن و 13439 پروژه هم جمهوری اسلامی متولی تأمین خسارت ها به افرادش بوده که شامل 3035 پرداخت خسارت خودرو، 2200 خسارت اخشام و 8000 مورد خسارت زمین های زراعی در مناطق مختلف. هر جایی که خسارت دیده بوده ناشی از جنگ سرسری بوده، وظیفه الهی و انسانی خودش بوده که انجام داده، چون مردم لبنان مردم عزیزی هستند. اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده، به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره، چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. بس هلا بقول لك الحزب عين قيادته جديده وقياده مش معروفه، لانه اكيد لو معروفه كانوا بيستهدفوها. اعطيت الاوامر، الجبهه شغاله، الامام الخامنئي. اخذ قرار بدعم الحزب بكل شيء، حتى لو ما حدا عمر رح يعمروا هن الإيرانيين، شو بيكلف ما عندهم مشكلة، وهذا موضوع بيطمئن الناس. معلومات؟ ايه أكيد بلغوا، مش إنه يعني تبلغوا 10 15 20 مليار، شو بيكلف العمار الإيراني بيعملوا حتى لو ما حدا شارك فيه، رغم إنه الآن في دول عربية بلشت تحكي عن المشاركة بالأعمار. خب، مبلغ 20 میلیارد دلار از بودجه مملکت رو خامنه ای به این
لبنانی ها اختصاص داده، جلوی این دزدی رو بگیرید هموطنان. ارتشی های باقیات، سخن پایانی. من به شخص باورمندم و مطمئن هستم شما ملت فرهیخته ایران، شما نظامیان وفادار به سوگند دفاع از ملت و کشور، شما جوانان نسل شیک پاسارگادی با همدلی، با همفکری، با همبستگی این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ خواهیم انداخت. در پایان سپاسگزارم از وقت شما بینندگان محترم برنامه زاگرس، سپاس از کارگردان فنی برنامه جناب شهرتی گرامی و سپاس از همه حامیان برنامه زاگرس. امید ایرانی آزاد و آباد. تا درودی دیگر، بدرود. تو امثال تو را مقتول میکردن صدا، تو تصویر من را به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی